بلوغ عاطفی یعنی چی؟ یعنی من مادر. بسیار نکته مهمی است خانم بیانی. آیا میدانم که در وجود دخترم او انداز از ایثار، او انداز از قناعت، او انداز از گذشت وجود داره که برای به عبارتی زندگی مشترک داشتن و رسیدن به او آرامشی که خداوند در قرآن وعده داده و رسیدن به یک آرامش محض، آیا این توانایی رو داره که من خود را زیر پا بانه؟ بعد اگر که فکر کرد که خب مثلا فرض بگیرید دختر دارم 15 سال، 16 سال، 17 سال، 18 سال، مکتب میرفت، چاشکی میومد، سفره رو پهن میکردی، میخورد، بله. بعد حالا در نهایت اگر لطف میکرد این ظرفا رو میشست، حالا نمیشست، بعد دوباره میرفت داخل اتاق، مادر جان درس دارم، درس هم میخوان، باز شام بیرون میامد، باز سفره پهن میشد، با در نهایت اگر خب دخترم در 18 سالگی تا این سن رسیده، این احساسی ای که خب اصلا همون نگرش مادری که میگه که خب الان ساعت 4:30 شام شد، دغدغه ذهنیشی باشه که شوهرم صبح ساعت 6 ساعت 8 از خانه برآمد، حال میخواد بیای، خسته است، یک پیاله گک چای مونده است، مثلا خانه رو مرتب کنم، مثلا فرض کنید پشتی رو بانم یا نالیچه رو بگذارم، یا ای که مونده است میاد، خب زحمت میکشه، تلاش کرده، مونده میشه، قطب به اصطلاح عامیانه تر یک غذایی، یک طعامی، همون چیزی که میل اوست و او دوست داره درست کنم و با آمادگی کامل. خب دخترم هم دختر 18 ساله من مثلا به اصطلاح عامیانه‌تر یک لحظه با بینندگان عزیزم شوخی بکنم، میگم دختر من اول نمره صنفش است، دیپلم هم داره، یا مثلا میگه دختر 24 ساله من لیسانس فلان داره، اینم این عروسش کردم. خب مادر جان دست درد نکنه، خدا انشالله به شما خیر بده. دختر 18 ساله یا 24 ساله شما به او حد از بلوغ عاطفی رسیده که این احساس بکنه که الان من بودم دختر فلان خانه، ولی الان من نه، ما هستیم و ما شو. خب وظیفه من شاید حالا یکم به اصطلاح به لحاظ فقهی نگاه کنیم، ممکنه که حالا بعضی‌ها مطرح می‌کنن میگن وظیفه زن نیست که در خانه کار بکنه، نه، بس وظیفه عاطفی است. اصلا نگاه کنید خانم بیانی، نکته مهمی است که ازدواج گرچه چهارچوب داره، قوانین خاص خودش داره، ولی یک پیوند اساساً عاطفی است، بله. و بر مبنای عاطفه باید شکل بگیره. آیا دخترم آنقدر به بلوغ عاطفی رسیده است که از من بگذرد و به ما برسد؟ آنقدر به خودش اینو پذیرفته، قبول داره که من صبح که بلند میشم مگر همیشه نو بی صبح برمیخواستم مادر چای تیار میکرد؟ نه، الان همسر من ساعت 6 قراره سر کار بره، ساعت 8 قراره سر کار بره، من نیم ساعت باید جلوتر از او بخیزم، چای آماده کنم، سفره رو بندازم، بعد بگم که خب صدا کنم فلان جان، یا خب تو که میری بیرون زحمت میکشی، اینم این زحمت رو من میکشم، تو زحمت میکشی سر کار میری، من زحمت میکشم برای تو. آیا دختر من این توانایی رو داره؟ شاید بگیم که از خود گذشتگی است، بله دیگه، همیشه نو به جا میخیست، حالا 6:30 بلند شه. آیا میتوانه ای به اصطلاح تمایل به خوابیدن رو، تمایل به استراحت رو، یا آرامشی رو که همیشه داشته؟ متاسفانه خان بیانی، یکی از مشکلات و چالش های جدی ما است که ما دختر ما میگم به لحاظ سنی ممکن است به اصطلاح عامیانه تر پخته و رسیده باشه، بالغ باشه، ولی به هیچ عنوان به بلوغ عاطفی نرسیده. پس این ببینید وظیفه نه، عاطفه، گذشت، ایثار، محبت خرج کردن. ببینید وقتی کسی را دوست داری برای خاطر او، برای رضایت او، برای به دست آوردن آرامش او، دنبال هیچ قاعده و قانونی نمیگه، اصلا از قانون میگذره، فراتر از قانون است. یکی ای. نکته دوم، در بحث عاطفی، روابط فردی و روابط بین فردی، دختر من یاد گرفته که وقتی که میبینه طرف مقابل به شدت عصبانی، سعی نکنه که همون ثانیه جواب بده. دیدید که خواهر برادر با هم جنگیدن، یک کلمه ای گفته، یک کلمه گفته، همطور بار آمده که هر زمان که برادر دی چیزی گفت کم نگیره، همون ثانیه جواب بدی. آیا این فهمیده در روابط بین فردی که وقتی طرف مقابلم خشمگین است، همون لحظه لازم نیست جوابش بدم، میتونم 10 دقیقه بعد با آرامش. پسر جوان ما آیا این را فهمیده که به لحاظ روابط بین فردی، بلوغ عاطفی، آیا رو فهمیده که مخاطب او جنس لطیف است؟ اگر گاهی وقتا گله و شکایتی میکنه، از سر تحقیر نیست یا از سر سرزنش نیست، تمایلی داشته که حتی ممکن است که همون لازه گله رو بکنه، 10 دقیقه بعد فراموش کنه. آیا یعنی ما این درک رو به جوان خودمان دادیم و آیا جوان ما به این حد از بلوغ رسیده که من وقتی که ازدواج میکنم وظیفه مسئولیت زندگی مشترک رو میپذیرم؟ خیلی از اون منهایی رو که داشتم، من این رقم علاقه دارم، من این رقم سلیقه دارم، من این رقم فکر میکنم، من این را ایتو میخورم، من این را ایتو میبوشم، برای من ایتو، برای خودت نگه دار، ولی الان قرار است که ما بشوید، بپذیر که مقداری باید روابط فردی تا گسترش بدی. و نکته دوم، روابط بین فردی، دختر جوان من
میپذیره که وقتی که ازدواج میکنه، درست است که با یک نفر ازدواج میکنه، ولی اون نفر که از زیر خارخا بوتی، به اصطلاح عامیانه ما شما از زیر بوتی خارخا، خانواده ای داره، پدر داره، مادر داره، پدری دارد که برای او زحمت کشیده، مادری دارد که او را بزرگ کرده، خواهری دارد که به او عاطفه داده، برادری دارد که همکار و همیار و رفیق او بوده. آیا دختر جوان من این میتونه بپذیره که من وقتی که با این آقا ازدواج میکنم، خانواده او هم مثل خود او باید برای من عزیز باشه؟